که بستنی فروش موفق شد از طریق یه آگهی در ما به وجود بیاره. یا شما فکر میکنید که به عنوان مثال ما چقدر نیاز داریم که واقعا هر دو سه سال یه بار ماشین عوض کنیم؟ میدونم این لایف استایلیه که الان اینجا هست، ولی ما چقدر نیاز داریم به این که این ماشین عوض کنیم؟ اونی که این کارو میکنه بدون فشار، ما اصلا کاری بهش نداریم. شانسش گفته یه کسی دیروز یه جوکی رو تعریف کرد، جالب بود، گفت یه آقای اومد به خانمش گفت عزیزم ما اگه لاتاری ببریم تو چی کار میکنی؟ گفتش که یه وکیل میگیرم، نصفی خودم از تو میگیرم جدا میشم، برای اینکه اصلا با تو خوشحال نبودم و تفاهم هم ندارم. آقای گفت مطمئن این کار رو میکنی؟ گفت آره. گفت بیا هانی 10 دلار بردم، برو 5 دلار شو نقد کن برو. حالا یه موقعی هست یه کسی واقعا یه کاری کرده، یه شانس آورده، یه امکان زیاد مالی داره، ماشینش هم یه روز درمین هم عوض کنه فرق نمی کنه برش. اگر نیازش اونه بدون اینکه روش استرس بیاره، ما اصلا کاری به کارش نداریم. ما داریم میگیم یکی از راه‌هایی که شما میتونید سیف کنید 200 دلار رو نیاین مطب روانشناسا بدین، اینه که در حد توانتون، اگه یادتون باشه دفعه پیش یک کسی این چالش کرد، چالش کرد که ما اگر حد اسپریشن یا لول حد خواستمون رو پایین بیاریم، اون وقت انگیزه نداریم برای اینکه تلاش کنیم. تحقیقات اینو نشون نمیده. تحقیقات میگه هر چقدر حد خواست ما واقع بینانه نزدیک به حد توان ما باشه، وسطش رو اضطراب و تشویش پر نمیکنه و آدم آرام با انرژی کمتری میتونه گلای خودش رو اچیو بکنه. درسته که پاره ای از موفقیت ها مثل امتحان دادن، تو امتحان بار اگزم رو نمیدونم، امتحان برد و اینا، آدم باید اینقدر اضطراب داشته باشه که اون سرعتی که دیزاین شده برای اون امتحان و سوالات بتونه اونو بگذرونه. برای همینه که شب امتحان مثلا نمیان به کسی ولیوم بدن، بگن صبح اضطراب نداشته باش سر کار که مغزت خوب کار کنه، برای اینکه میدونن تا مغزش خوب کار کنه نصف سوالا موند. برای همینه که میان بتا بلاکر فقط میدن، مثلا مثل ایندرال یا مثل از این بتا بلاکرهایی که فقط کاری که میکنه اینه که اضطراب رو نمیذاره اون حدی بشه، یعنی با خاموش کردن سیستم اعصاب خودکار نمیذاره اضطراب سبب بشه که از این طرف آدرنالین ترشح بشه، از این طرف کورتیزول ترشح بشه، اینا یه طوری بشن که اون وقت مغز نتونه هرچی هم که بلده به یاد بیاره. خب به همین دلیله که یه مقداری اضطراب برای اینکه سرعت ما رو زیاد کنه میذارن بمونه، ولی نه اونقدر اضطرابی که فانکشن مغز ما رو به هم بزنه. بنابراین ما چه نوع لایف استایلی رو برای خودمون باید دیزاین کنیم که توش از کیفیت زندگی برخوردار باشیم. شما دقت کردیم اینایی که از ایران، از اروپا میان آمریکا، اولین چیزی که نوتیس میکنن میگن شما اینجا زندگی نمیکنید، اینجا سرزمین مکافاته، شما از صبح تا شب دارین میدوین. اولین چیزی که همه نوتیس میکنن اینه. حالا بله، آمریکا در از نظر تاریخی کشور تینیجره، فست، اسپید بالاست، به همین دلیل هم که میای اینجا میبینی که به اصطلاح آدم ها زندگی تو آمریکا مثل رانندگی کردن تو هایویه، یا باید با سرعت هایوی بری یا باید از هایوی بیای بیرون. مثلا خیلی وقتا میگن که خب کارتو تو فرض کن، به فلان دکتر میگن تو کارتو بکن هفته 2 روز، میگه خب اگر هفته 2 روز کار کنم کم کم اگر هر روز اویلیبل نباشم دیگه کلاینتون 2 روزم نخواهم داشت، چون یه نیروی کار جوون میاد جای منو میگیره.
همه این کاندیشن ها هست. باز ما داریم میگیم سیمپلیسیتی ربطی به این نداره که ما تو آمریکا نمیتونیم سیمپل زندگی کنیم، واقعا اینطوری نیست. ربط باز به این داره که ما اصلا چقدر سیمپلیسیتی رو میشناسیم، یک، و چقدر دوستش داریم، دو، و چقدر قادریم پیادش کنیم، سه. حالا چند تا بین ما هستن که از ته دل سیمپلیسیتی رو دوست دارن؟ ببین سیمپلیسیتی یکی از ویژگی‌هاش اینه که شما وقتی دوستت شما رو تو راست می‌بینه لای پارچه‌ها قایم نشی. بعد تو نیمه مارکس اینجوری نکنی یک آشنا ببینم. These are pressure we put ourselves. چرا؟ چون ما فکر میکنیم اون کسی که تو راست خرید میکنه آره یه لولش پایین تر از اون آدمیه که تو نیمه مارکس. اگر ما اینو لول کنیم، یعنی فرق نکنه، باز دارم میگم نیمه مارکسی رو ما باش مخالفت نباید داریم. اگه داشته باشیم آدم های عقده‌ای هستیم، ما با اون مخالفتی نداریم. خودمونم هر وقت یه پولی، کپونی، بونسی، چیزی بهمون دادن که مال اونجا بود میریم اونجا خرید میکنیم. اما اگر در توان معمولی و نرمال و سالممون نیست که اونجا خرید کنیم، از این از خرید کردن تو راست نمیبایست شیم و به اصطلاح کم تر دیدن خودمون رو اکسپریانس کنیم تو مثال های پرکتیکال لایف. حالا دوباره برمیگردیم به این که ما بله گفتم من راست دوست دارم خریدم نکنم میرم پیش میگرم. خب دیگه واقع دلگشاد. بنابراین ما تو این کورس سیمپلیسیتی خیلی 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 مهمه که ذهنمون رو اونجایی که باید قرار بگیره قرار بدیم. پس ما دفعه پیش از نیازها صحبت کردیم، درسته؟ نیازهای سلامت طبیعی و نیازهای عصبی و کاذب. شما حالا باز دوباره مثل اون دفعه که بیشتر از من شماها تونستید اطلاعات بدید برای این کورس، به من بگید که به نظر شما و خود به خودتون برگردید، به نظر شما نیازهای واقعی یک انسان، و الان رو استیجای مختلف هم نبریدش، جنرال بگید، یعنی اون چیزی که همه انسان ها در همه زمان ها و همه مکان ها نیاز دارن برای اینکه زنده بمانند، رشد کنند و شادمان باشند. زنده بمانند، رشد کنند و شادمان باشند. این نیازها رو شماها به من بگین چی هست؟ ما فقط می نویسیم. الان دونه دونه چیز می کنیم به اصطلاح مطرح دارم. اگر یکی از شماها راحت پای تخته اینا رو طبقه بندی کنه و بنویسه بیاد بنویسه، اگرم که نه که هیچ. خب بفرمایید. اول شما دست خوراک، پوشاک، خوراک، پوشاک، هوا، خوراک، هوا که هست همیشه هوا دارم، مسکن، بیس، مسکن مهمتری میشه. خب سلامتی، امنیت، دونه دونه